سلام آقا، اینو براتون تعریف بکنم. یه براتون سوال اینه که چجوری یونیسف و آکسفورد منو پیدا کردن؟ یه واتساپ میتونین زنگ بزنین؟ چی خیلی بد بود؟ کیت میدلتون هم رفته بودن به افتتاحیه. سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به ولاگ جدید این هفته. اسم من اله هست، طراح و تصویرگر برند مغازک هستم. هفته پیش ولاگ استودیو نداشتیم به خاطر اینکه من دندونم شکسته بود و اصلا نمیتونستم از خودم فیلم بگیرم، اصلا دوست نداشتم اینو. امروز 28 مهره که امروز هم کلی کار داریم. محدثه روی جدیدی هستش که به مغازک اضافه شده که الان تقریبا نزدیک 2 هفته است داره میاد پیشمون. خیلی دوست داشتنیه. برای آخر هفته من رفته بودم مشهد واسه همین دندونم و رفتم فروشگاه پردیس کتاب، مثلا خرید کردم یه دونه از این جاچسبی خریدم، جاچسبی فیله، نگاه کنیم خیلی بامزه است. اینجا خیلی چیز فانتزی نبود، مثلا دیده بودم ولی تو تهران ندیده بودم این شکلی رو. یه دفتر اینجوری هم گرفتم، خودم خیلی من از این چیزای این شکلی دوست دارم. دفتر رو ببینیم، خیلی خوشگله. من اصلا کلا عاشق این چیزایی هم که اینجوری جلد داره و اینو گرفتم که ببینم که من میتونم توی ایران، تو اینا مثلا از چین و اینا میاد، یه چیزی تولید کنم که اینجوری جلد این شکلی داشته باشه. به عنوان ماکت اینو من گرفتم، خیلی دوستش دارم، خودکارم داره، خیلی خیلی بامزه است. روش گلابی داره و احتمالاً هم چینیه دیگه. بله، این دوتا رو گرفتم. بعد چون اون جاچسبیه خیلی داغون بود، میگم کن چقدر کثیفه، همش رو مخم بود، میخواستم فیلم بگیرم، حواسم بود که این چیز نباشه، تو فیلم ها نیفته یا اون ورش بیفته که کثیف نیست. امروز یه سری بسته‌بندی سفارش های سایت داریم، یه سری بسته‌بندی برای فروشگاه حضوری داریم. یه سرم اینجا رو من امروز مرتب بکنم. بریم ببینیم که این هفته چه هفته باحالی میشه. آقا، اینو براتون تعریف بکنم. شرکتی که باهاش کار میکردم که خیلی بی‌مسئولیت بودن و اینا صحبت کردم، یادتونه؟ هیچی، ما شرکتی که عوض کردیم، شرکتی که من باهاش کار کردم، دوتا بسته دستشون مونده بود، اینا برگشت خورده بود. حالا یکیشون به دلیل نقص آدرس، یکی دیگه هم به خاطر حالا اینکه نبود و اینا. گفتم آقا این بسته ها رو به من برگشت بزنین، بفرستین برام که من خودم دوباره بفرستم. گفتم نه، ما میفرستیم براتون مجدد. گفتم برای من برگشت بزنین، من شاید بخوام پاکتشو عوض کنم مجدد. این هر همیشه که این اتفاق میافتاد، بسای برگشتی رو با پیکاپ بعدی برای من میفرستادن، من بسا رو عوض میکردم، دوباره تو سیستم وارد میکردم، دوباره از اول میفرستادم. هیچ وقت از سمت خودشون بسای منو ارسال نکردن. نه، ما میفرستیم براتون و بهشون هم گفته بودم اینو برگشت بزنین. گفتم با پیکاپ بعدیتون میایم بهتون تحویل میدیم. گفتم من دیگه پیکاپ ندارم و با شما دارم قطع همکاری میکنم. و سر همین داستان گفتن که نه، براتون میفرستیم، خودمون هم پاکتشو عوض میکنیم. هیچ دیگه، بسا رو فرستادن. 21 مهر، 23 مهر به من پیام داد دختره که بسته من رسیده از سمت فروشگاه شما ولی دو تا کتاب توش بوده، اصلا سفارش من نبوده. بعد میگم یعنی چی؟ دو تا کتاب چی؟ کتاب بودجه و سرمایه گذاری، بودجه بندی، نه فلان، اصلا من ندیدم تا حالا چه کتابی. متوجه شدم که بسته منو اشتباه فرستادن و محصولاتی که از توی بسته اون مشتریم در آورده بودن و معلوم نیست تو چه بسته گذاشتن و اصلا چه اتفاقی افتاده این وسط، هیچ چیش مشخص نم. منم عصبانی دیگه، یعنی اصلا اینجوری بودم که آقا دیگه خلاص شدم از دست اینا، دیگه پیکاپ ندارم، دیگه این بسته ها رو هم فرستادن دیگه میرسه دستشون، ولش کن. و دیگه گفتم خلاص شدم دیگه، با جای جدید دارم کار میکنم، سیستم جدید رو یاد گرفتم و همه اینا.
میگم این چیه؟ واسه چی برای مشتری من همچین چیزی فرستادین؟ اصلا این از کجا آوردین؟ میگه که بسته خودتون از فروشگاه خودتون اومده. بعد دوباره زنگ میزنن میگن که شما حالا فکر کن مطمئنی که خودت نفرستادی؟ شاید واسه دوستی فامیلی چیزی میخواستی بفرستی، دو تا کتاب فرستادی. من نمیدونم چی میفرستم چی من نمیفهمم. یعنی مثلا تو نگاه اوله فهمم بگم آها مثلا، یعنی دستکاری با دستکاری روانی میخواستن بگن که اشتباه از ما نبوده، از فروشگاه خودتون بوده. نمیتونم واقعا، یعنی از این توضیحش هم میبینی چقدر سخته که مثلا من میدونم چی میفرستم دیگه. اینجا به غیر از جنس‌های مغازه چیز دیگه ای وجود نداره، ولی توی مجموعه شما که روزی به قول خودتون 1500 تا چیز پستی دارین میفرستین، تو مجموعه شما وجود داره چیزای مختلف. از اونا اصرار، از من انکار که آقا ما اصلا تمام فروشگاه‌هایی که باهاشون کار میکنیم همشون جعبن، فقط شما این که پاکت پستی داریم، اصلا همچین چیزی میشه؟ بعد یه دونه ویدیو برام فرستادن که آره این بسته شما برگشت خورده، خانم فلانی داشته میآورده، اینم اون دو تا کتاب که از تو پاکت در آورده. گفتم خب چه ربطی داره؟ این دو تا کتاب همون دو تا کتابه، ولی آیا روی بسته اسم مشتری من خورده؟ شما که اینو نمیتونی ثابت کنی. بعد اصلا پاکتی که برای ایشون فرستادی آسه و دارین در میارین از توی پاکت این کتابا رو آسه، من اصلا آسه پاکت آسه ندارم، من همه پاکتام B4ه. 3 ساعت پای تلفن، اعصاب خردی زیاد، استرس زیاد. میدونی اعصاب خردی از اینه که گردن نمیگیره. مثلا اینجوریه که اول تو رو مقصر میدونه، یعنی تویی که میدونی پروسه کاری چجوریه، به من اینجوری میکنه، میگه که شاید به عقل خودتون درست باشه این چیزی که دارین میگین، ولی من چون توی این مجموعه هم دارم کار میکنم و میدونم که پروسه چجوریه، من بهتر میدونم. میگم نه، منم بهتر میدونم از اینکه میدونم اینجا به غیر از این جنسایی که دارم کتابی ندارم که بخوام بفرستم و اشتباه باشه. شما برداشتین پاکت رو جابجا کردین، اصلا جنساش اینه اینه اینه، اصلا این ربطی به این نداره، من اصلا ندارم همچین چیز. یه چی دیگه آخر سر با کلی بحث و جدل و اینا گفت نه من با دوباره فردا چک میکنم و با پیکاپ منو صحبت میکنم ببینم که از چه فروشگاه‌های جنس گرفته بودن و اینا، بهتون خبر میدیم. خبر ندادن. روز پنجشنبه منم اصلا تهران نبودم، پیگیری نکردم. روز آخر شب ساعت 6 و 7 بود پیگیری کردم، بودم که آره شما قرار بود به خبر بدید. خب قرار شد پول به حسابتون برگشت بزنیم، پول اون فاکتور رو. و مطمئنم که هزار تا اتفاق دیگه مشابه این افتاده بوده در طی این یک سالی که داشتم باهاشون کار میکردم، به خاطر اینکه مثلا یهو یکی پیام میداد میگفت بسی منو نفرستادین، و من فکر میکردم که چیزه، شاید من نفرستادم، واقعا ممکنه اشتباه کرده باشم. من به اونا شک نمیکردم، به خودم شک میکردم. و الان که این اتفاق افتاد مطمئن شدم که نه، ممکن بود که این بسته هایی که نرفته، این بسته هایی که مشتری پیام میده که هنوز به دست من نرسیده از سمت اونا، اشتباه از اونا بوده باشه، گم شده باشه، یا نفرستاده باشن، یا لیبلش رو اشتباه زده باشن، یا هر چیز دیگه که خودشون میدونن دیگه. من که راضی نیستم.
امروز اول مهره، اول آبانه. همین دیروز مگه نبود من داشتم ولاگ میگفتم بودم اول مهره؟ چقدر زود داره میگذره. اول آبانه واقعا دیروز اصلا نیومدم سر کار دوشنبه، چون بسیار بسیار خسته بودم. امروز اومدم یه ذره به کارا رسیدگی بکنم تا چهارشنبه محدثه بیاد کمک برای بسته‌بندی سفارش ها. کم کم باید به فکر تولید تقویم باشم. کم کم که یعنی از الان باید، یعنی آذر من باید تقویم ها رو چاپ بدم بکنن. یه سوالی که همیشه از من میپرسین اینه که چجوری توی نمایشگاه های خارجی شرکت کردی یا با شرکت های خارجی و ایرانی کار کردی؟ خب اون موقع هایی که من کار میکردم، اوایل کارم خیلی دلی کار میکردم، یعنی مثلا ایده هایی که تو ذهنم بود، چیزایی که از سرم میگذشت، لیریکس آهنگایی که گوش میدادم، مخصوصا آهنگای محسن چاوشی که خیلی گرافیک و تصویرسازی بود، یعنی شعراش خیلی شعرهای تصویرسازی شده ای بود به نظرم. و به مرور که میگم تو اینستاگرام شیر میکردم و کامنت میگرفتم، اینا رو سعی کردم هی ارتقا بدم، لولشون رو ببرم بالاتر از لحاظ اجرایی، شبیه به کارهای حرفه‌ای تر بشه. بعد از این مدت چون میخواستم مهاجرت کنم تحصیلی و دلم میخواستش که خب مهاجرت که میکنم اسکالرشیپ بگیرم، شروع کردم به جمع کردن پورتفولیو. برای اینکه بخوام پورتفولیو جمع بکنم، خب اون موقع که من کار سفارش نمیگرفتم، یعنی کسی به من سفارش کار نمیداد، باید توی نمایشگاه ها و مسابقه ها و اینا شرکت میدادم کارا رو. توی گوگل سرچ میکردم مثلا illustration competitions، چیزای شبیه به این. و یک نکته مهمی که وجود داره اینه که شما حتما باید انگلیسی سرچ کنید تو گوگل اگر میخواییم به یک چیزهایی دسترسی پیدا بکنید که مربوط به کار کردن با خارجی ها هست. باید حتما انگلیسی سرچ کنید. توی بلاگ ها و نمیدونم سایت های ایرانی هیچ جا نیومده به شما توضیح بده که اینجوری میتونین کار کنید، مثلا هیچ اطلاعاتی نیست. این چیزها شما باید خودتون پیدا بکنید. به خاطر همین چیزی که میتونم اول از همه بهتون بگم، به غیر از این که طراحیتون رو خوب بکنین و تصویرسازیتون خوب بشه و نمیدونم اینها، مهمترین نکته ای که داره که شما بخواید بین المللی کار بکنین اینی که باید زبان بلد باشین. حتما زبان انگلیسی رو بخونید اگر تا الان به صورت حرفه‌ای نخوندین. اگر تا الان مثلا حتی اون کلاسایی که 3 روز در هفته به صورت ترمیک دارین از دوران دبستانتون تا الان میرید، حتی اونا به نظر من به درد نمیخوره. اگر فکر میکنید نمیتونید یک مکالمه روون و سلیس داشته باشین، زبان خوندن رو یک جوری جدی بگیرید که انگار میخوای مهاجرت کنید. من به مدت 1.5 سال هر روز هفته 9 تا 2، چند ساعت میشه؟ 6 ساعت زبان میخوندم هر روز هفته، به غیر از پنجشنبه جمعه ها. تا 1.5 سال که مثلا من دیگه مطمئن شدم که نمیتونم مهاجرت کنم به آمریکا، خلاصه بیخیالش شدم و دیگه نخوندم. ولی خب لول زبانم دیگه به یه حدی رسیده بود، دیگه به یه حد خوبی رسیده بود که هنوز که هنوزه بدون اینکه من کلاس های آیلتس برم، از اون دورانی که مثلا من 20 سالم بود زبانو تموم کردم دیگه نخوندم، تا همین 1 سال پیش که من آزمون آیلتس دادم اوورالم شد 6.5، که به نظر من خیلی نمره خوبی بود برای کسی که هیچی نخونده و اصلا تکنیکای آیلتس رو بلد نبود. زبان خوندن رو جدی بگیرین اگر میخواین که یه روزی کار بین المللی بکنین، چون خیلی مهمه که شما رو اینجوری میتونین خودتون رو میتونین وصل کنین به یک دنیای دیگه و یک جهان دیگه خارج از ایران. خلاصه که اینجوری شد که من توی گوگل اینجوری سرچ میکردم، یک سایتی بود به اسم graphiccompetitions.com که اونجا مجموعه ای از مسابقات و نمایشگاه ها و به صورت یک مجموعه ای براتون میذاشت و دستبندی داشت که مثلا گرافیک باشه، فشن باشه، ایلاستریشن باشه. یه سریاش ورودی داشت که خب من نمیتونستم پرداخت کنم. هیچ وقتم نمایشگاهی که ورودی داشته باشه شرکت نکردم. من توی این نمایشگاه ها که ورودی نداشت شرکت میکردم و حالا یه سری نمایشگاه بود که کارام
توی یک گالری نشون داده میشد. یه سری دیگه‌اش هم حتی بود که علاوه بر اینکه تو گالری نشون داده میشد، توی یک آرت بوکی هم که از کارهایی که تحویل گرفتن و شرکت کردن درست میکردن توی اونم چاپ میشد که بعد برامون میفرستادن. نمایشگاهی هم که شرکت کردم توی کشورهای انگلیس و اوکراین و یونان و چین و ایتالیا، خیلی کشورهای مختلفی بود که نمایش داده میشد. این از بخش نمایشگاه شرکت کردن و اینها که من بهتون گفتم. حالا اگر به غیر از graphiccompetitions.com بازم تو گوگل سرچ کنین، احتمالاً تا به امسال که مثلا من 10 سال پیش از این سایت استفاده میکردم، احتمالاً سایت بیشتری هم هستش که شما بخواید پیدا بکنین و بتونین از نمایشگاه ها و گالری ها و مسابقه ها خبردار بشین که بخواید شرکت بکنین. بعد میرسیم به اینکه چجوری کار خارجی من گرفتم. خب وقتی که من این نمایشگاه رو شرکت میکردم و مثلا اکسپت میشدم، یه چیزی که همیشه داشت برام جالب این بود که خب لیست کسایی که انتخاب شده بودن کاراشون، لیستشون میذاشتن و تو پرانتز کشورشون رو میذاشتن و برای من خیلی جالب بود. خیلی از این نمایشگاه ها و گالری ها اینجوری بود که من تنها ایرانی بودم توشون و این خیلی بر من بیگ دیل بود واقعا، چون که راحت نبود یا خیلی از اون نمایشگاه خبر نداشتن که بخوان شرکت کنن و اینها. و اولین مثلا همیشه من بودن این اولین ایرانی هستی که کلا تو این مسابقه مثلا انتخاب شده یا شرکت کرده حتی. این برای من اون موقع ها خیلی مثلا جالب بود و من خب میمدم کارم یا مثلا این اتفاقایی که برام افتاده تو اینستاگرام خب خیلی شیر میکردم. هر جایی نمایشگاهی که قبول میشدم پستش میکردم، آقا مثلا من انتخاب شده کارم اینجا قراره برگزار بشه، بعد عکسای نمایشگاه رو پستای بعدی میذاشتم. این یعنی خودتو پروموت کردن. خب کارا رو میذاشتم که آقا این کار انتخاب شده، بعد آرت بوکه میومد، از آرت بوکه عکس میذاشتم که آقا کار من اینجا چاپ شده و اینها. بعد از یه مدتی خب یه سری اومدن پیشنهاد کار دادن از داخل ایران با هم همکاری کنیم برای شرکت های مثلا اسنپ میومدن، اون موقع اسمش اسنپ نبود، موشن گرافیک کار کنیم. هی گذشت. یک سایتی هم هست به اسم behance.net فکر میکنم باشه. اونجا تو سایت Behance شما کارهاتو به صورت پورتفولیو درست میکنی و کاراتو میذاری، هر پروژتو مثلا یک پستی میمونه که شما هر پروژتو خیلی زیبا و شکیل از اسکچش تا مثلا کار نهایی یا حتی ماکاپش هم اگر باشه شما اونجا شیر میکنی. و من این سایت هم داشتم، این ترند بود، یکی dribble.com بود و اینا یک منبعی بود برای اینکه شما بگردی دنبال تصویرسازی که میخوای مثلا باهاش کار کنی، بهش پیشنهاد کار بدی. یکی از جاهایی که من ازشون سفارش کار شده بود بگیرم به خاطر همون اون سایت ها بود. اوایل خیلی مبتدی بود، خیلی سخت بود آشنا شدن با مثلا روند کار برای کارای موشن گرافیک که شما باید با ایلاستریتور کار میکردی، فایل و لایه ها رو چجوری بدی که مثلا بشه موشنش کرد و اینها. اینا هی گذشت، رسید به UI UX، در رای کاراکتر. نمیدونم یه تایمی که استارتاپ ها خیلی تازه گل کرده بودن و شکوفا شده بودن و داشتن کارا رو شروع میکردن، خیلی از تصویرسازی و هویت بصری این شکلی خیلی استفاده میکردن. الان خیلی فکر نمیکنم این شکلی باشه، خیلی چیزای آماده و طرحهای آماده به احتمالا استفاده بکنن چون بودجه نمیذارن معمولا دیگه برای کارای تصویرسازی اینجوری. اون موقع ها اینجوری کار میگرفتم و باز همون نمونه کارامو میذاشتم توی اینستاگرام. کم کم خب پیام میگرفتم از جاهای مختلف، کسایی که خارجی بودن و اینا مثلا به هم پیام میدادن واسه کار کردن، کارهای کوچیک، کارهای دانشجویی شاید حتی. کسی به اسم سارا فراتینی اون موقع ها توی اینستاگرام خیلی هم معروف شده بود به خاطر کاراکتراش، که کاراکتراش هم یه سری ایرانی برداشته بودن، لباس تن کاراکتراش کرده بودن، رنگاشو عوض کرده بودن اینا و روش یه سری متنای مثلا خنده‌دار و چیزای زرد، این پیجایی که مثلا با اینجور تصویرها و اینجور چیزا مثلا میومدن بالا اون موقع اوایل اینستاگرام خیلی زیاد بود. کسایی که منو میشناسن میدونن که من چقدر روی موضوع کلن حساسم، پت پیومه. مثلا کسایی که حق خودشون میدونن که چون داخل ایران کپی رایت نیست پس ما میتونیم ازش استفاده کنیم، تو اینستاگرام عمومیه، تو گوگل سرچ کردیم عمومیه، تو پینترست دیدیم عمومیه، پس ما میتونیم استفاده کنیم. یه چیز جدیدم تازه کشف شده که کارو برمی‌دارن و توی ایلاستریتور مجدد برای اینکه کیفیتش خوب باشه خودشون اجرا میکنن کار رو، بعد میگن که ما خودمون کشیدیم.
خلاصه که اینکه رفته بود تو بیهانس، همون جایی که من پورتفولیومو میذاشتم، کارای منو دیده بود و همونجا به من پیام، برای من پیام گذاشته بود که آره ما یه جشنواره فیلم داریم که هر سال از 30 تا آرتیست از 30 تا کشور مختلف میخوایم که پوسترمون رو به زبان کشور خودشون برامون طراحی کنن. میکنی این کارو؟ گفتم آره. موضوعمون اینه، یک میمونی رو باید، همه یک تمی داره که یک میمونی رو باید به شکل تصویرسازی خودشون طراحی بکنن و متن پوسترم به زبان مثلا فارسی تو باید بنویسی. گفتم اوکی. نوشتم و انجام دادم و پوستره رو زدم و گفتش که اوکی، ما جشنواره مثلا پنج تا هفت آگست یه همچین تایمیه، برای دعوتنامه میفرستیم، آکومودیشن و جایی هم که میخوای بخوابی و اینا همش با ماه. اونم مثلا اینجوری بود که تو اون شهری که ما میرفتیم اهالی اون شهر، چون این فستیوال تو اون شهر برگزار میشد، مثلا اوکی بودن که بیان یه اتاقی رو به یکی از این توریستا و این بچه‌ای که میان بهشون چیز بدن، یه اتاق از خونهشون رو بدن. مثلا اینجوری بود. گفتم آره چرا که نه. اسمم و اینا رو گرفتن، به من دعوتنامه دادن و من دیگه شروع کردم مدارکم برای سفارت آماده کردنم که برم یه ویزای 5-6 روزه بگیرم که بهم دادن و رفتم و اینجوری شروع شد و یه هی داشت کم کم جدی میشد کار کردن من و آدم های بیشتری هی منو دیدن. اون تایمی که اگر براتون سوال اینه که چجوری یونیسف و آکسفورد منو پیدا کردن، باز هم از طریق اینستاگرام بود که یک پروفسوری از دانشگاه آکسفورد با پیج شخصی خودشم به من پیام داد که ما یه پروژه‌ای داریم، پروژه جهانی سلامت روانه، برای دانشگاه آکسفورد یا از دانشگاه آکسفوردیم. خیلی هم تازه توضیح چیز نداد. من حتی اون موقع نمیدونستم که این مثلا آدم که داره به من پیام میده پروفسور دانشگاه آکسفورده. من فکر میکردم مثلا یه پروژه دانشجوییه، خیلی سطحی داشتم نگاش میکردم. بعد دیگه گفتش که اگر مایل به کار هستین و اینا به ما فیتون و اینکه چقدر میگیرید برای هر فریم و اینا به ما بگید. من یه قیمتی داده بودم بهشون، گفتن اوکیه. یک مکالمه تصویری با هم داشته باشیم. من حتی یادمه که اون روزی که قرار بود مکالمه تصویری داشته باشیم با یک تیشرت تو خونه ای، اصلا میگم جدی نگرفتم سیستمو، نشستم کنار دوربین فکر کردم مثلا میگم یه دانشجویی مثلا تو دانشگاه آکسفورد درس میخونه و میخواد مثلا یه پروژه پایان نامه داره میخواد، میدونی این که خیلی هم طبیعی تره، منطقیه واقعا. وقتی ارتباط برقرار شد دیدم که سه تا خانوم نشستن توی زاویه. اولا که به من گفتن که با اسکایپ، بعد اسکایپ مثلا خیلی اینترنتت باید، نمیدونم یادم نیست، ولی اسکایپ خیلی باگ داشت تو ایران، مثلا تصویر خیلی خوب نبود و اینا. من گفتم آقا من اصلا اسکایپ ندارم، توی واتساپ میتونین زنگ بزنین، مثلا ویدیو کال واتساپ، اصلا حرفه‌ای نیست هیچ کدوم. بعد اونام قبول میکردن و اینا. لایچ زنگ زدن، وسط خانم نشسته بودن، این چیزام دور گردنشون بود، مثلا کارتای چیزشون بود، بعدم فهمیدم کارت شناسایی، مثلا کارت دانشجویی و کارت مثلا پروفسوریشون و ایناست، اونا گردنشون بود، خیلی رسمی، یعنی مثلا معلوم بود استاف و پروفسورهای دانشگان یه سمتی دارن، چون از سنی و برخوردی هم فهمیدم که آقا اینا دانشجو نیستن هرچی هست. هیچ خوششون رو معرفی کردم، بعد زبان من اصلا داغون، یعنی اصلا نمیتونستم حرف بزنم، اصلا همه چی خیلی بد بود. بعد همینجور حرف زدن توضیح دادن، پروژه رو توضیح دادن، نگفتن سوالی نداری. بعد وقتی که یکی میگه سوالی نداری، خیلی بهتر اینه که تو یه سوالی داشته باشی. حتی من سوال من نه چی نگفتم. وای اینی الان دارم بهش فکر میکنم بعد این همه سال، خیلی ضایعه بود. هیچی. خب پس اوکی، مثلا توی این هفته ما چند تا موضوع میدیم، مثلا شما براش اتود بزنیم ببینیم چه جوریه و اینا. آقا من روز اول 3 تا اتود زدم براشون و خیلی خوششون اومده بودن که باشه کار میکنیم و خلاصه این همکاری شکل گرفت. تا موقعی که دیگه شکل نگرفت، تا موقعی که به خاطر تحریم های ایران عزیزمون من دیگه نتونستم کار کنم و اونا نتونستن اصلا من پول بدن و اینا، مجبور شدن از اکانت های شخصشون برای من پیپل کنن و اینا، در صورتی که چون دانشگاه بود باید با بانک دولتی و اینا برای من پول جابجا میکردن، ولی رسمی تر، ولی خب چون نمیشد دیگه خودشون شخصی پول دادن.
اونم یه داستانی داشت که باید جدا براتون تعریف کنم. اینجوری ما کار کردیم تا اون موقعی که میشد. یونیسف هم باز همین شد چون من با اونا کار کرده بودم. چون پروژه جهانی بود، یعنی نه تنها دانشگاه، من اون موقع باز نمیدونستم، نه تنها دانشگاه آکسفورد فقط اجرا کنندش بود، ولی سرمایه گذارا و نمیدونم پارتنرهایی که توی اون پروژه بودن دانشگاه هاروارد بود، WHO بود، نمیدونم سازمان‌های مختلف، ارگانیزیشن‌های مختلف، یونیسف بود، همه اینا توی یک کاتگوری بودن و این پروژه واقعا پروژه جهانی بود. حتی یادمه که گابریلا هم پروفسوری که من داشتم باش کار می‌کردم، مثلا میرفت نیویورک برای پرزنت این در واقع پروژه به سناتورهای آمریکایی، کارهای منم می‌دیدن، مثلا تعریف می‌کردن اونا. چه روزگاری داشتم. بعد مثلا یه تایمی شد که برای افتتاحیه پروژه توی لندن یادم به من گفتن که میخواییم دعوتت بکنیم، ولی چون ایرانی بودم باز نمیتونستن برای من ویزا بگیرن، دعوتشون رو پس گرفتن. بعد و اون روز افتتاحیه و اینا متوجه شدم که پرنس ویلیام و کیت میدلتون هم رفته بودن به اون افتتاحیه و همه اونجا بودن و پوستر من، کارای من، نمیدونم دعوتنامه و تصویرسازی من اونجا بود و اونا میدیدم و من خودم نبودم. آقا این تروما شد برای من دیگه. من کلن بعد از اون دیگه با هیچ جایی کار نکردم، نه خارجی نه ایرانی، و مغازه کو زدم. اگر میخواستیم بدونین که چجوری باید کار کنین، اینجوریه. یکی دلیلی که با ایران هم دیگه نخواستم کار کنم دقیقا این بود که پروسه ها خیلی طول میکشید. یعنی مثلا کارهای تصویرسازی من یه هفته طول میکشید، ولی تا بخواه اینا تاییدیه بگیرن و ادیت بخوره و نمیدونم پروژهشون میخواد ران بشه و بودجهشو بگیرن، مثلا یه یکی دو ماه طول میکشید تا بخواهم پول منو بدن. ولی مثلا من کارم یه هفته تموم میشه و من اصلا اینو دوست نداشتم. مثلا من اینجوری بودم که آقا کار من تموم شده، پول منو بدین برم. و همه اینا هم به خاطر این بود که من با یه جاهای خیلی گنده کار کرده بودم که دیگه اصلا برای من رضایت کاری رو به ارمغان نمی آورد کار کردن با هر شرکتی داخل ایران. دیگه مثلا من تهش رو احساس میکردم رفتم. اگر بیشتر از بعد از اون نمیتونم جاهای بزرگتری برم، دیگه ایران با ایران کار کردن و شرکت‌های ایرانی اصلا برای من هیچ لذت دیگه‌ای نداره واقعا. همه رو تجربه کردم. اینم از این. امیدوارم که این چه تجربه‌ای که در اختیارتون گذاشتم به دردتون بخوره و شما بتونید حداقل یه جورایی هر ترفندی که بلدین و نیازها و رضایتمندی‌هایی که دوست دارین رو با دردسرهای کمتری به دست بیارین و گیواپ نکنین. من گیواپ کردم چون که حوصله‌ام نمی‌کشید واقعا. خیلی ضربه خورده بودم. روزی که به من گفتن که شما به خاطر که ایرانی قبول نمی‌کنن بهت پول بدن و اینا، و واقعا اون دو نفری که با من داشتن قطع همکاری میکردن و آخرین باری که داشتیم فیستایم میکردیم واقعا داشتن گریه میکردن. شاید باورتون نشه من شوک بودم و اونا داشتن گریه میکردن که آره اینجوریه، هیچ کس دیگه ای وجود نداره که ما ترجیح بدیم باهاش کار بکنیم، ولی از طرفی هم بخش مالی دانشگاه ما رو تهدید کرده که نمیدونم پافشاری نکنین برای کار کردن با این آدم، نمیشه دور بزنیم چیزو دیگه. اینه دیگه اینجوریه. امیدوارم که شما در سرهای کمتری بکشین تو مسیر کاریتون و مسیرها براتون راحت تر هموار بشه.